دبیرخانه شورای ملی مقاومت با انتشار اطلاعیه‌ای درباره اعدام دو زندانی سیاسی در اصفهان، محمد و عبدالله فتحی، دو برادر 27 و 29 ساله به اتهام محاربه اعلام کرد. این دو زندانی سیاسی که پدر و داییشان از زندانیان سیاسی دهه 60 هستند، از فروردین سال 1389 دستگیر و در طول یک سال گذشته تحت شکنجه قرار داشتند. پدر آنها گفت: پسران من به سرنوشت آنهایی دچار شدند که به اتهام بازدید از اشرف در عراق اعدام شدند. مادر آنان تأکید کرد در بدن هر دوی اینها آثار شکنجه هنوز هم باقی است. همسر پسرم به خاطر شکنجه شوهرش به دادسرای نظامی اصفهان شکایت کرده بود، اما به جای پاسخگویی عروسم را هم به اتاق بازجویی برده و تهدید کردند. مردم و جوانان اصفهان که از شب قبل از احتمال این اعدام جنایتکاران مطلع شده بودند، سحرگاه سه‌شنبه برای جلوگیری از اعدام این دو جوان در مقابل زندان دست به تجمع زدند. دشخیمان برای پراکنده کردن مردم به دروغ گفتند که حکم اجرا نمی شود. با اعدام این دو جوان شمار زندانیان اعدام شده طی 9 روز گذشته دست کم به 32 تن بالغ می شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در این اطلاعیه می افزاید: رژیم روبه اضمحلال آخوندها بیهوده تلاش می کند با تشدید سرکوب و اعدام با موج انزجار عمومی مقابله کند و از شعله ور شدن قیامهای مردمی و انفجار خشم جوانانی که نفی تمامیت این رژیم را هدف قرار دادند جلوگیری کند. مقاومت ایران از جامعه جهانی می خواهد سکوت در قبال نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و روند فزاینده اعدام های خودسرانه را کنار گذاشته و رژیم آخوندی را به خاطر این بربریت افسار گسیخته مورد تحریم های همه جانبه قرار دهد.